متاسفانه ما در طی دهه‌های گذشته همواره شاهد نرخ بیکاری بسیار بالا در کشورمون بودیم. بیکاری کل، بیکاری جوانان، بیکاری بانوان و به خصوص بیکاری بانوان تحصیل کرده. اگر من به عنوان مثال بخوام نام ببرم، در سال 1402 نرخ بیکاری کل 8.6% بوده در ایران. این در حالی است که نرخ بیکاری زنان 15.6%، نرخ بیکاری جوانان 22.5% و نرخ بیکاری فارغ التحصیلان 11.6% بوده است. کاهش نرخ مشارکت یعنی مایوس شدن جوانان، یعنی ناامیدی از پیدا کردن کار در کشور، یعنی مهاجرت نسل جوان ایران، به خصوص نسل جوان تحصیل کرده، یعنی سرمایه های گرانقدر کشور به خارج از کشور. ما روی نیروی جوان خودمون که جزو هوشمندترین افراد در دنیا هستن سرمایه گذاری میکنیم، اما نتیجه رو کشورهای دیگر به نفع خودشون مصادره میکنن. ما باید روح امید رو با ایجاد اشتغال مولد در جوانان خودمون بدمیم و این یکی از دلایلی است که من به آقای دکتر پزشکیان پیوستم، به ایشان رأی میدهم، چرا که میتواند نور امید رو در دل جوانان ما بیدار بکنه. در فاصله سال 1358 تا سال 1398 متوسط نرخ تورم چیزی حدود 19.8% بوده، متوسط نرخ تورم بلند مدت ما. اما متاسفانه از سال 1398 ما مجدداً وارد فرایند تشدید نرخ تورم شدیم. تورم در سال 98 41.2%، در سال 99 46.1%، در سال 1400 46.2%، در سال 1401 46.5% و در سال 1402 47.5% محاسبه شده است. این نکته رو هم اضافه بکنم که اگر تورم سال 1402 رو با استفاده از سال پایه 1395 محاسبه بکنیم، بالاترین تورم 80 ساله اخیر ایران، یعنی نرخ 52%، نشان دهنده تورم اون سال خواهد بود و شما به همین دلیل میبینید که متاسفانه در همین دوره نرخ فقر هم افزایش پیدا کرده و شایسته کشوری مثل ما نیست که میزان فقر و محرومیت در کشور تا این اندازه گسترده و بالا بود. تورم‌های بالا و مستمر قدرت خرید مردم ایران رو به نحو محسوسی کاهش داده و فقر عمومی رو باعث شده. متاسفانه در بین 180 کشور دنیا وضعیت فقر در ایران بسیار بالاست و حاکی از این است که نرخ فقر مطلق به 30% رسیده، یعنی 30% مردم ایران قادر نیستن حداقل نیازهای روزانه خودشون رو، حداقل نیازهای لازم برای تأمین حیات، برای ادامه زندگی رو تأمین بکنن. وقتی من در سال 92 در یکی از محافل مهم کشور ظاهر شدم و در حالی که تورم چیزی حدود 35% بود و عده دادم که ظرف مدت یک سال تورم رو به 15% کاهش خواهیم داد، همگان دچار تعجب شدند و بسیاری از همکاران ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی و حتی در دولت معتقد بودند که چنین هدفی امکان پذیر نیست. اما ما توانستیم حتی قبل از آن که برجام به نتیجه برسه، با تکیه بر درون، با تکیه بر نیروهای کارشناسی ما، با تکیه بر امکانات و فرصت‌های موجود در اقتصاد کشور، هم با رکود مقابله کنیم و هم تورم رو به حدود 15% کاهش بدیم و در ادامه توانستیم نرخ تورم رو تک رقمی کنیم. این یکی از معدود دوره‌هایی بود در تاریخ ایران که با بهره‌گیری از دانش، با تکیه بر کار علمی توانستیم با تورم مقابله کنیم و غول تورم رو به زنجیر بکشیم. متاسفانه در دوره‌های بعد مجدداً به سیاست‌های گذشته برگشتیم، مجدداً دیو تورم زنده شد و زندگی مردم رو تحت فشار شدید قرار داد. امروز هم اگر می‌خواهیم با تورم مقابله کنیم،
اگر میخواهیم با فقر گسترده مردم مقابله کنیم، اگر میخواهیم زندگی مردم ایران رو بهبود ببخشیم، چاره ای نداریم جز اینکه برای علم و برای دانش بها قائل بشیم، به تجربه جهانی ارزش بگذاریم و با بهره‌گیری از تجربه جهانی، با تکیه بر امکانات و نیروهای موجود در داخل کشور، کشور رو در مسیر رشد مستمر و پایدار غیر تورمی حرکت بدیم. این امر شدنی است. یک بار ما خواستیم و توانستیم، امروز هم میتوانیم مجدداً غول تورم رو تحت اسارت خودمون در بیاوریم. تجربه کشورهای متعدد به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم به خوبی نشان داده است که هیچ کشوری بدون توسعه صادرات و بدون جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نتوانسته است به یک رشد اقتصادی مستمر و پایدار دسترسی پیدا بکنه. صادرات نه فقط به این دلیل که برای ما درآمد ارزی حاصل میکنه، بلکه به این دلیل که بنگاه‌های ما مجبور میشوند در عرصه بین المللی با بنگاه‌های بزرگ رقابت کنند، زمینه رو برای ارتقاء بهره‌وری فراهم میکند. اگر شما میبینید که بنگاه‌های ما با بهره‌وری پایین دارن کار میکنند، به دلیل اینه که در معرض رقابت با بنگاه‌های بزرگ بین المللی نیستند. صادرات این زمینه رو فراهم میکنه و کشورهای موفق همانند کره جنوبی، همانند تایوان و دیگران کشورهایی بودند و هستند که حمایت‌های خودشون رو از تولید معطوف به صادرات کردند. یعنی بنگاهی میتواند از حمایت‌های دولت برخوردار باشه که در صادرات بتونه به اهداف تعیین شده برسه. چرا؟ چون صادرات زمینه رو برای ارتقای بهره‌وری فراهم میکنه. کشورهایی که در دورانهای اخیر، در دهه‌های اخیر تونستن به رشد اقتصادی بالا برسن، کشورهایی هستند که در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موفق بودند. چرا؟ چون سرمایه خارجی با خودش دانش فنی رو به همراه میاره، سرمایه گذاری خارجی با خودش مشاوره های مدیریتی رو به همراه میاره و سرمایه گذاری خارجی با خودش بازارهای خارجی رو به همراه میاره. ما در دوره برجام که روابط و تعاملات خارجیمون در حال گسترش بود، شرطی رو برای تمام بنگاه‌های طرف قرارداد با ایران گذاشته بودیم. اگر یک خودروساز اروپایی مایل بود در ایران فعالیت بکنه، می گفتیم که باید با بنگاه‌های موجود ایران به صورت مشترک سرمایه گذاری انجام بدید، کالادون رو در داخل ایران تولید بکنید با بهره‌گی از مزیت‌هایی که در ایران وجود داره و به بازار گسترده‌ای که در اطراف کشور ما وجود داره صادر بکنید. به هر حال این توفیقات با تکیه بر امکانات داخلی و در شرایط سخت حاصل شد. ولی آنچه که مهمه این اعتماد به داخله، اعتماد به امکانات و داشتن یک برنامه منطقی است. در جامعه‌ای که منابع ارزی با نرخ ترجیحی به مردم فروخته میشه، در شرایطی که قیمت دلار در بازار آزاد 60,000 تومان هست، ما دلار رو میایم به قیمت 40,000 تومان و حتی به قیمت‌های پایین‌تر میفروشیم، هر کسی که بتونه به این منابع دسترسی پیدا بکنه، یک شبه به میلیاردها تومان درآمد دسترسی پیدا میکنه. در یک چنین جامعه ای چرا یک فرد بایستی توان خودشو، تلاش خودشو در جهت تولید خلاقانه به کار بگیره؟ هر کسی بتونه با منابع توزیع کننده ارز ارزان ارتباط برقرار بکنه، یک شبه به ثروت‌های بادآورده دسترسی پیدا میکنه و اینجاست که زمینه تعامل بین کسانی که این راندها رو توزیع میکنن با دیگران برقرار میشه. وقتی ما بنگاه‌های بزرگ تولید کننده خودمون رو مجبور میکنیم که محصولات خودشون رو با قیمت دستوری بفروشن، نتیجهش فساده. کسی که بتونه به این منابع دسترسی پیدا بکنه، یک شبه ثروت فراوان به دست میاره. قبل از اینکه مذاکرات به نتیجه برسه، ما تورم رو نزولی کردیم، ما رشد اقتصادی رو مثبت کردیم، ما سعی میکنیم از ظرفیت‌های اقتصاد داخلی استفاده بکنیم. چند روز گذشته ترکیه
از لیست خاکستری خارج شد. رئیس کل بانک مرکزی ترکیه اعلام کرده باید جشن ملی بگیریم. ما تنها کشوری در دنیا بودیم که قبل از اجرای برنامه اقدام از تو لیست سیاه خارج شدیم، ولو به صورت تعلیق. این شایسته تقدیر شایسته بود، نه اینکه عده‌ای به خاطر اینکه چرا این اقدام داره در دوران وزارت طیب نیا انجام میشه، چرا در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی داره انجام میشه، به نام من باید انجام بشه. همون بزرگواری که در دوران مسئولیت خودش نامه زده به دستگاه ها و اونا رو مکلف کرده به اینکه مشکل با FATF رو حل کنید، همون شخص بزرگواری که در بند چهارم نامش میگه برید عضو، توجه بکنید، برید عضو کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته بشید. این چرا مهمه؟ ما از برنامه های اقدام FATF 39 تاشو اجرا کردیم، 2 تاشو اجرا نکردیم و دلیل بقای ما در لیست سیاه اینه. اون دوتا چیه؟ مهمترینش عدم الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته پالرموه. چرا شخص بزرگواری که در دوران مسئولیتش خودش میگه برید عضو بشید، امروز مخالف اصلیه و نمیذاره الحاق ما به تصویب برسه؟ تلاش خواهیم کرد که کشور رو از لیست سیاه خارج بکنیم. با عزت و با قدرت تلاش خواهیم کرد که تحریم های ظالمانه رو لغوش بکنیم. تحریم ها ظالمانه است، تحریم های سازمان ملل هم نیست، تحریم هاییست که آمریکا یک جانبه با پیمان شکنی بر ما تحمیل کرده. قطعا باید تلاش بکنیم برای برداشتن این تحریم ها، اما فقط تمام تخم مرغامون رو توی این سبد نمیذاریم. در دوره مسئولیت من در وزارت امور اقتصادی و دارایی، قبل از اینکه برجام به نتیجه برسه، تکرار میکنم، قبل از اینکه مذاکرات به نتیجه برسه، ما تورم رو نزولی کردیم، ما رشد اقتصادی رو مثبت کردیم، ما سعی میکنیم از ظرفیت های اقتصاد داخلی استفاده بکنیم. متاسفانه ما در تحریم های داخلی هستیم. یه عده‌ای با کج فهمی خودشون سعی میکنن که ما رو در چنگال این تحریم های ظالمانه نگه بدارن و ما اجازه نمیدیم. شرکت های دولتی منبع تولید رانتن، مقامات محلی، حتی مدیران ارشد کشور وقتی میخوان امتیازی به کسی بدن از طریق شرکت‌های دولتی میدن. یکی از بنگاه‌های بزرگ کشور زمانی به من میگفت روزانه چند هزار غذای مجانی من توزیع میکنم. شما بشمارید که اگر قرار است یک مقام محلی سفر خارج از کشور بره و فشار داره روی وزیر مربوطه میاد، از چه طریقی باید منابع این سفر خارجی رو تامین بکنه؟ از طریق شرکت دولتی. استخدامای بیجا و ناروا کجا باید صورت بگیره؟ شرکت دولتی. شرکت دولتی منبع تولید رانته. مادامی که تصدیگری این بنگاه ها در اختیار دولته، طبیعتاً این مفاسد هم ادامه داره. شما پدیده هایی مثل چای دبش رو، پدیده های دیگری که در گذشته داشتیم، این تعهدات ارزی ایفا نشده، همش به همین عوامل برمیگرده. برمیگرده به شرکت های دولتی، برمیگرده به ارز ارزان، برمیگرده به شیوه نادرست مدیریت ارزی کشور، تسهیلات ارزی کشور. بنابراین در یک برنامه ریزی درست برای مقابله با فساد، در وهله اول ما باید با اینا مقابله کنیم. خب ببینید کسایی که از این منابع استفاده میکنن قدرت فراوانی در اختیار دارن. ثروت قدرت با خودش به همراه میاره، قدرت سیاسی. منو تهدید به محاکمه کردن، منو تهدید به برکناری کردن. هر روز شاهد نامه هایی بودم که تهدیدآمیز از من میخواستن که از واگذاری بنگاه ها منصرف بشم. خب حالا وقتی که میدیدن نه ما مصممیم شرکت دولتی رو واگذار بکنیم، آخرین ترفند چی بود؟ اگر میخوای واگذار کنی به دوست من واگذار کن. دوست من واگذار نکنی بساطتو به هم میزنم، نمیذارم این اتفاق بیفته. زمانی که من وارد وزارت امور اقتصادی و دارایی شدم، کل واگذاری به بخش خصوصی واقعی حدود 13-15%، یعنی از کل واگذاری ها فقط 13-15% به بخش خصوصی واقعی شده بود.
اونم واگذاری اولیه. برخی محاسبات نشون میداد واگذاری نهایی و اصابت نهایی مالکیت فقط به 5% بخش خصوصی واقعی بوده. ما گفتیم این بساط رو به هم میزنیم، بنگاه دولتی باید به بخش خصوصی واقعی تبدیل بشه. مقام معظم رهبری به من فرمودن من از سیاست‌های عصر 44 انتظار یک انقلاب در اقتصاد ایران رو داشتم. چرا این انقلاب محقق نشد؟ به خاطر اینکه ما مطابق قانون عمل نکردیم. چرا؟ چون منابع فساد اینجاست، چون عده‌ای از این فساد برخوردار میشن. خب تو باید به از تمام بنگاه‌هایی که واگذار شد، اونایی که به بخش دولتی واگذار شدن، به بخش شبه خصوصی واگذار شدن، به بخش خصولتی واگذار شدن، هیچ کدومش ملغا نشد. اما بنگاه‌هایی که به بخش خصوصی واقعی واگذار شد تماما زیر سوال رفت. حتی بنگاه‌هایی که به نحو شایسته داشتن اداره می‌شدن، اینا رو باید اصلاح کنیم. دولت باید بنگاه‌هاشو واگذار کنه، خودشو محدود کنه به وظایف اصلی دولت. امروزه فناوری ارتباطات و اطلاعات به ما این اجازه رو میده از شیوه های استفاده کنیم به صورت سیستمی که رابطه بین ماموران دولت با زیرنفعان رو قطع کنیم. من این کار رو در گمرک انجام دادم. محموله وقتی از برزیل حرکت میکنه به سمت ایران میاد، تحت کنترل گمرک ایرانه. دیگه رسیدگی به پرونده یک فرد توسط یک وارد کننده توسط یه فرد انجام نمیشه. بخشی از این در مشهده، بخشش در شیرازه، بخشش در تهران داره انجام میشه. دیگه وارد کننده نمیشناسد که چه کسی داره به واردات او رسیدگی میکنه به پرونده او. سال اولی که ما این سیستم رو در گمرک اجرا کردیم، یه توماری برای رئیس جمهور وقت رفت. شکایت کرده بودن از گمرک. چی گفته بودن؟ گفته بودن ما تا دیروز می دانستیم با کی باید تعامل بکنیم، کارمون سریع حل می شود. امروز نمی دونیم با کی باید تعامل بکنیم. من به دنبال این بودم و هستم که این روش رو در سازمان مالیاتی هم اجرا بکنیم. این رابطه بین ماموران مالیاتی با مؤدی باید قطع بشه. اینه که می تونه زمینه تعامل ناشایست رو از بین ببره. اشراف اطلاعاتی دولت بر تعاملات مالی راه اصلی مبارزه با فساده. اگه میخواید با قاچاق مبارزه کنید، اگه میخواید با ارتشا مبارزه بکنید، ما بایستی بتوانیم استانداردهای مبارزه با پولشویی رو در ایران پیاده بکنیم. اگر بنده به دنبال اجرای برنامه جامع مبارزه با پولشویی در ایران بودم، دو تا هدف رو همزمان با هم دنبال میکردم. هدف اصلی مقابله با فساد بود. شما به جای اینکه بری سر مرز جوانان این مملکت با ایثارگری به شهادت برسن، میتونی توی اتاق بشینی زیر کولر پشت کامپیوتر تعاملات مالی رو تحت نظارت در بیاری و از این طریق فسادهای بزرگ کشف کنی. ما دو تا پرونده رو زمان مدیریت من کشف کردیم. یه پرونده 45 هزار میلیارد تومن آن زمان گردش مالیش بود، یه پرونده دیگه 25 هزار میلیارد تومن، و اینا همه مشغول قاچاق مواد مخدر بودن. امروزه توی دنیا برای مقابله با فساد از شیوه ها و استانداردهای مبارزه با پولشویی استفاده میکنن. بنابراین هدف اول من از پیاده کردن برنامه جامع مبارزه با پولشویی همین بحث به هر حال مبارزه با فساد در ایران بوده. من یادم میاد زمانی که دبیر ستاد تنظیم بازار کشور بودم و فولاد به قیمت ترجیحی پایین، قیمت دستوری فروخته میشد. در دوران ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی من معاونت نهاد ریاست جمهوری داشتم و دبیر ستاد تنظیم بازار بودم. تولیدات فولاد مبارکه به قیمت دستوری به نصف قیمت بازار آزاد فروخته میشد. به کی؟ به 50 نفر خرید کننده و عمده فروش، و این 50 نفر محصول رو به قیمت آزاد توی بازار میفروختن. یعنی در واقع منافع ناشی از تفاوت قیمت دستوری و قیمت بازار آزاد تو جیب 50 نفر انسان میرفت. ما میخواستیم این قیمت رو آزاد کنیم، میگفتیم این قیمت رو آزاد کنید، منافع تو جیب مردم که نمیره، تو جیب یه عده‌ای واسطه داره میره.
با توجه به قدرتی که داشتن مقامات محلی رو میترسوندن، آقا میخوان قلمت فولاد رو آزاد کنن، تیراهن رو میخوان گرون بکنن، یه فرد روستایی دیگه از فردا نمیتونه خونه بسازه، در حالی که منافع تو جیب اون فرد نمیرفت، تو جیب واسطه ها داشت میرفت. من اون شبی که قرار بود تصمیم گیری بشه در ستاد تنظیم بازار و برای رئیس جمهور وقتم، خب تصمیم گیری سختی بود چون فشار سنگینی میومد از محافل مختلف و ایشونو میترسوندن، رفتم و لیست اسامی افرادی که از این منابع داشتن استفاده میبردن و هزاران میلیارد پولی که از این طریق به دست می آوردن و در اختیار ایشون قرار دادم. و وزیر وقت اون زمان که جناب آقای جهانگیری بودن، ایشون گفت من بخش عمدم داره مصروف همین مذاکره با کسانی میشه که میخوان از این منافع برخوردار بشن. ما قیمت فولاد رو آزاد کردیم، منابع سنگینی برای بنگاه‌های تولید کننده به دست آمد، طرح‌های توسعه فولاد کشور اجرا شد، عده‌ای واسطه از این منابع محروم شدن، قیمت فولاد هم برای مردم بالا نرفت. تجربه مشابه دیگر در مورد خوراک دام و طیوره. اون زمان ما سالی 700 میلیون دلار به عرض 145 تومان در اختیار وارد کنندگان دان قرار میدادیم، ولی دان توی بازار به قیمت 800 تومان نرخ ارز آزاد در اختیار مرغدار قرار میگرفت. مرغدارا به من مراجعه میکردن، میگفتن شما ارز رو به قیمت 175 تومان داری به وارد کننده میدی، محصول منم بر اساس او قیمت گذاری میکنی، در حالی که دانه مرغ داره به من به قیمت ارز 800 تومان میرسه، من از او استفاده نمیکنم. یه عده واسطه، چند نفر دارن این منافع رو به جیب میزنن، اما من مرغدار باید پاسوز بشم. این تولیده که آسیب میبینه و این خریدار مرغ که در نهایت به واسطه آسیب دیدن تولید دچار ضرر میشه. وقتی که ما میایم منابع نظام بانکی کشور رو با نرخ ارزان به عده‌ای خاص با یک نظام چندگانه تخصیص میدیم، این یعنی داریم یه ثروت هنگفتی رو توی جیب افراد میبریم. من دبیر حساب ذخیره ارزی بودم در سازمان برنامه بودجه و طبیعتاً صاحب منابع مالی حساب ذخیره ما بودیم. خب منابع حساب ذخیره با نرخ ترجیحی به وام گیرندگان، به تسهیلات گیرندگان تسهیلات داده میشد. ما اومده بودیم منابع رو به یه تولید کننده ای، به یه سرمایه گذاری تخصیص داده بودیم. بانک عامل مرتب به مدیر عاملش میگفتیم آقای عزیز این پروژه جزء پروژه‌های ملیه، شما بیاید منابع رو، منابع دولت هم هست، مال بانک شما نیست، به این پروژه تخصیص بدید، پرداخت بکنید. اون سرمایه گذار مرتب مراجعه میکرد، میگفت کسانی که باید این وام رو به من تخصیص بدن درخواست 4% از این منابع رو از من میکنن. ما به عنوان صاحب مال فشار، من یه زمانی دیدم مشکل ظاهرا حل شد، خوشحال شدیم، گفتیم خب به هر حال این تسهیلات داده شد. یک سال بعد به من پیغام داد که من بالاخره 4% رو پرداخت کردم. 4% 400 میلیون دلار، این پولی بود که راحت تو جیب یه عده‌ای واسطه رفت. اینا منابع اصلی فساد در ایرانه. تا وقتی که وام ارزان میدیم، تا وقتی که ارز ارزان میدیم، تا وقتی که محصولات قیمت‌گذاری دستوری میکنیم، طبیعتاً زمینه برای ظهور و بروز فساد وجود خواهد داشت.